سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. سوال اول این بود که پرسیده بودین از کجا میشه فهمید که فردی مبتلاست. متاسفانه نمیتونین از ظاهر فرد حدس بزنین، اصلا هیچ راهی نداره، برای اینکه بین 2 هفته تا 6 ماه اول اصلا حتی تو آزمایش هم ممکنه نشون نده از زمانی که فرد اون رابطه جنسی محافظت نشده رو داشته. بنابراین تا زمانی که مطمئن نیستین حتما از کاندوم استفاده بکنین تا موقعی که بدونین که اون طرف مشکلی نداره. اکثر افرادی که از ایران در آمارها ثبت شدن که پرخطر هستن و این ویروس رو حمل میکنن معتادان تزریقی هستن. بعد از اون کسایی هستن که رابطه های جنسی پرخطر و محافظت نشده داشتن. رابطه محافظت نشده یعنی بدون کاندوم داشتن. بین اون گروه جوانهایی که بین 15 تا 24 سال بودن اینا بالاترین احتمال داشتن، یعنی با خطرترین بودن. چرا؟ یه دلیلش اینه که خب اطلاعات کافی ندارن. مثلا یه جوان 15 ساله که میخواد رابطه جنسی شروع بکنه چی میدونه واقعا؟ اونقدی اطلاع نداره، تجربه ندارن. یکی اینه که خیلی اعتماد به نفس ندارن تو اون سن، از بین تو اون سنین جوانی که برن به طرف مقابلشون بگن که اگه تو کاندوم استفاده نکنی مثلا باید رابطه جنسی ندارم. یه مسئله دیگه هم این که توی هیجان لحظه‌ای میافتن، غلیان هورمون‌ها، مثلا یادشون میره که دیگه کاندوم از کجا بود، دیگه میرن رابطه رو دارن و بعد دیگه پشیمونیش میمونه. اینه که اون گروه پرخطریه. گروه بعدی افرادی هستن که با زنهای روسپی میخوابن. دلیلش هم اینه که خب این خانم ها با افراد متعددی ارتباط دارن و لزوماً همش هم محافظت شده نیست، بنابراین خب احتمال آلودگیشون بیشتره که آلودگی رو به افراد دیگه هم انتقال بدن. وجود بیماری های مقاربتی دیگه همزمان میتونه احتمال خطر رو بالا ببره، احتمال ابتلا رو، مثل سوزاک، مثل سیفلیس، مثل تبخال ناحیه تناسلی، اینا میتونه احتمال ابتلا به HIV و ایدز رو بالا ببره. یک قضیه دیگه هم اینه که نوع رابطه جنسی که برقرار میکنین، به ترتیب اگه براتون بخوام بگم، به ترتیب خطری که داره، اول دخول از راه مقعده، به خاطر اینکه مخاط اون منطقه پرخونه و خیلی نازکتره، یعنی خیلی آسیب پذیرتره نسبت به مثلا واژن اگه مقایسه بکنیم. به خاطر همین احتمال اینکه یه خراش توش ایجاد بشه یا خون ریزی بده در حین رابطه جنسی، حتی خون ریزی کم، زیاده. به خاطر همین انتقال مایعات بدن تو قسمت زیادتر میشه و خب به صورت مشخص ریسکو بالاتر میبره. این از نظر حالت به قول معروف ساختار بدنی بود. از نظر اجتماعی هم یک سری افراد هستن که مثلا خانوم ها، فقط هم تو ایران نیست، در فرهنگ های مشابه که پرده بکارت خیلی مهمه، میان رابطه واژن رو برقرار نمی کنن، دخول از مقعد رو برقرار می کنن و اونا اصلا دخول نمی دونن، به خاطر همین اصلا کاندوم استفاده نمی کنن. بعد که مبتلا میشن ما ازشون میپرسیم، میگن من که دخول نداشتم، یا من که رابطه جنسی محافظت نشده نداشتم. درسته که دخوله، تازه اون خطرناکتره به خاطر همون دلیل اولیه که گفتم. یه گروه دیگه هم که خیلی راجبشون نمیدونن و باز مختص به ایران نیست، اینه که خیلی هستن برای خودشون اسم قائل نیستن، مثلا نمیگن که حتی خانم‌ها یا آقایون نمیگن ما همجنسگرا هستیم یا ارتباط جنسی با همجنسمون داریم، ولی به صورت اتفاقی یا به صورت مثلا هر از گاهی با همجنسشون ارتباط دارن، به خصوص آقایونی که با آقایون ارتباط برقرار میکنن. بعد خب اینا داریم ما میبینیم که رو به افزایش عدهشون، که کسایی که به بیماری مبتلا میشن یا ویروسو دارن. بعد که ازشون میپرسیم چرا کاندوم استفاده نکردین، میگن که من که این که رابطه جنسی نبودین، حالا یه بار بود، اون که همیشه نیست، ولی خب متاسفانه مبتلا شدن دیگه. به خاطر همین هر گونه رابطه مقعدی باید با کاندوم انجام بشه برای اون فردی که نمیشناسیم و خطرش واقعا زیاده. رابطه بعدی که توی اون به قول معروف درجه بندی خطر در نظر بگیریم، رابطه دخول از طریق واژنه. دخول از طریق واژن برای خانم خطرش بیشتره. چرا؟ به دلیل اینکه اگه رابطه محافظت نشده باشه و کاندوم استفاده نشه، مقدار مایع منی که وارد بدن خانم میشه به نسبت ترشحات جنسی که از خانم به آقا انتقال پیدا میکنه بیشتره. خب بنابراین قاعدتا ریسکش هم بیشتره. یه قضیه دیگه هم همینجا اشاره بکنم. خانم هایی هستن که مبتلا شدن، باهاشون که صحبت میکنیم میگن ولی من روی قرص ضد حاملگی بودم، یا مثلا روی نمیدونم مثلا IUD بودم. اینا فقط از بارداری جلوگیری میکنه، از بیماری مقاربتی از جمله
HIV و ایدز که انتقالش جلوگیری نمیکنه. بنابراین حتی اگر اون استفاده میکنین از کاندوم هم باز باید استفاده بکنین. در زمانی هم که خانم ها عادت ماهانه دارن، چون که یه خون فعال تو اون منطقه است، احتمال بالاتر میره برای هر دو طرف، مخصوصا برای آقا اگر که سکس رابطه جنسی محافظت نشده باشه. رابطه آخری که در مورد رابطه جنسی براتون میخوام باز بکنم رابطه دهانیه. به همون نسبت چون که از طرف آقا به خانم مایعات بیشتری انتقال پیدا میکنه خطر بیشتری داره، ولی این از طریق قورت دادن و اینا نیست، این از طریق اینه که مثلا فرد تو دهانش زخمی داره، مثلا یه تبتخال لب داره، بعد این مثلا میترکه یا تاول داره، یا مثلا کسایی هستن که لثه های حساسی دارن یا بیماری های لثه دارن که حتی مثلا نخ دندون که میکشن لثهشون خون میاد، خب اینا مستعدترن که خون تو منطقه باشه و این نقل و انتقالات بیشتر اتفاق بیفته. بنابراین اگر که رابطه هر گونه رابطه‌ای دارین، چه دخول مقعدی، چه واژن، چه دخول دهانی، باید از کاندوم استفاده بکنین. الان دیگه بعد از سالها از طریق رسانه‌ها خیلی راجع به کاندوم صحبت شده، همه میدونن، ولی اینی که چجوری از کاندوم استفاده کنین هم مهمه. خیلی از افرادی که از کاندوم استفاده کردن و بازم ویروس بهشون انتقال پیدا کرده، ازشون که میپرسیم درست استفاده نکردن. مثلا اون فضای بالای کاندوم رو نذاشتن. وقتی که آقا مای منی رو ترشح کرده، پاره شده و همش ریخته به داخل بدن طرف مقابل. یا اینی که از وازلین یا کرمای غیر استاندارد یا روغن بچه اینجور چیزا استفاده کردن. حتما باید با مواد لغزنده کننده محلول در آب کاندوم استفاده بشه و روش معمولا می‌نویسه کاندوم کامپاتیبل. حالا احتمالا حتما به فارسی هم ترجمه میشه، این روی بسته ها رو بخونین که حتما باید با کاندوم کار بکنه و روغن هم نباید توش داشته باشه. حتی روج لب خانم ها میتونه کاندوم رو پاره کنه چون که توش چربی داره. بنابراین اینو حواستون باشه که چجوری کاندوم استفاده میکنین. وقتی که بعضی ها HIV مثبت میشن نمیدونن تا چند ماه دیگه، همونطور که گفتم ممکن تا 6 ماه حتی خودشون هم ندونن، حالا خیلی طولانی تر حتی بعضی ها. اگر که متوجه شدین، برین پیدا کنین اون اشخاصی که باهاشون رابطه داشتین رو بهشون بگین، چون اونا ممکنه اگه رابطه محافظت نشده باهاشون داشتین، اونا هم حق دارن بدونن، آزمایش بدن و یه برنامه درمانی برای خودشون بریزن. به هر حال امیدوارم که پاسخ اکثر سوالاتتون رو داده باشم. تندرست و شاد باشید.